درود به دوستان گرامی بخش دیگری از برنامه های اندیشکده ایران زمین رو آغاز میکنیم در این برنامه دوستان زیادی از من خواسته بودند که درباره مفهوم خدا و تاریخچه اون با شما صحبت کنم دوستان گرامی من راستش مایل نبودم که به این بحث وارد بشم خدا رو اگر از نظر فلسفی و تاریخ ادیان بخواید بررسی کنید و جامعه شناختی خب من این رو بررسی خواهم کرد اما پیش از این که این برنامه رو حتی شروع بکنم به دوستان میگویم که باور داشتن به خدا یا باور نداشتن به خدا مانند باور به دین یا باور نداشتن به دین حق طبیعی هر انسانی هست و با چه در این برنامه نتیجه حاصل بشود از این بحث ما و چه نشود من قصد این رو ندارم که کسی رو به این کار مجبور بکنم که فلان عقیده ای رو بپذیرد اما حاصل تحقیقات و کاوش های خودم رو درباره مفهوم خدا که خیلی ها پرسیده بودن با شما در میان میگذارم نخستین مسئله ای که باید به دوستان گرامی بگویم این است که مفهوم خدا از مفهوم دین یک مفهوم است کاملا جداگانه و اینها رو نباید با هم اشتباه بگیرید من سه نکته رو باید خدمت شما بگویم یکی سه مفهوم رو باید برای شما بشکافم یکی مفهوم خدا هست یکی مفهوم آیین هست و یکی مفهوم دین هست این سه مفهوم هر سه در فرهنگ در ابر تمدن هند و ایرانی و اروپایی پدید میاد و بعدها با ورود به فرهنگ های دیگر مخصوصا به فرهنگ های سامی یا ابراهیمی اینها دچار قلب ماهیت میشن و از آنچه که مفهوم نخستین اینها بوده است منحرف میشوند به هر روی من از چند نکته از چند نقطه نظر در واقع این مفاهیم رو با شما امروز بررسی کنم و یک سری عکسایی هم تا اونجایی که وقت به ما اجازه بده فراهم کردم که در این باره صحبت بکنیم امیدوارم که وقت باشه به همه مسائل بپردازیم در باره خدا و از نظر اتیمولوژی این کلمه و ریش شناسی این کلمه باید بگویم که خدا از ریشه اوستایی خوتا یا پهلوی خوتای یعنی آنچه که خودش برمی آید یا خوتای یا خوتای یعنی آنچه که خود آمده در واقع ریشش از این واژگان کهنتر یعنی زبانهای پهلوی و اوستایی برمیاد و خدا در واقع ریشش از این کلمات از این واژگان کهنه یعنی آنچه که قائم به ذات خودش است و خودش می آید و در واقع بسته به چیز دیگری نیست این مفهوم برای نخستین بار در فرهنگ ایرانی پدید می آید در کل جهان در واقع چنین برداشتی از یک نیروی طبیعی برتر در فرهنگ ایرانی وجود می آید. من وارد مسئله دین نخواهم شد به خاطر اینکه دین البته دینی که امروزه به عنوان ریلیجن مطرح هست و دینی که امروزه در واقع در وارد زبان عربی شده من در وارد دین نمی شدم. امروزه کمتر انسان خردمند و باهوشی هست که به دین باور داشته باشد و در واقع دین هرچند که خود دین کلمه دین عربی از ریشه دعنای اوستایی به مفهوم وجدان می آید و دعنا بعد از ورود به فرهنگ عربی کاملا قلب ماهیت شده و چیزی شده است که ما و شما در این نیم قرنه با اون آشنا هستیم اما درباره خدا میخواهم امروزه بیشتر صحبت کنم فقط پیش از اون یک نکته رو به سرعت به اون میپردازم و این است که آینه های ایرانی و هند و ایرانی و هند و ایرانی و اروپایی با آینه با دینه های ابراهیم می تفاوت دارند یعنی آینه هایی که در ایران باستان بودند چه کهنترین اونها که دیدگاه یا آین زروانی میترایی هست و پس از اون زرتشتی که پدید می آید و پس از اون نو زرتشتی و غیره اینها همه آین بودند و دین نبودند به اون مفهومی که ادیان ابراهیمی به اون میپردازند و اینها یک نوع جهانبینی و یک نوع فلسفهای بودند که بعدها با ورود به حوزه تمدنی در واقع یهودی مسیحی اینها قلب ماهیت میشوند و تبدیل به اون دین خشن و زمختی میشوند که ما با اون بررسی داریم من به دین نمیخواهم بپردازم چون دین مفهومی است که اگر که واقعا کسانی از شما به اون باور دارید خب مرا با شما سخنی نیست دین کسی است که انسان خردمند نمیتواند به اون باور داشته باشد اما خداوند نیاز به دین ندارد اینها یک سری دستورهای بچگانه است که بیشتر هم در محیط فرهنگ یهودی مسیحی اسلامی پدید آمده من بیشتر به های ایران و باستان خواهم پرداخت به جهانبینی ها و در واقع فلسفه هایی که منجر به وجود اومدن در واقع مفهوم خدا شد از کهنترین این آین ها آین زروانی و میترایی هست در آین زروانی و میترایی کهنترین نشانه های مکتوب اون که در باستان شناسی به دست آمده در حوزه تمدنی هیتی ها در بغازکوی هست یعنی در کردستان ترکیه که در اونجا کتیبه هایی به دست آمده که نام زروان و میترا در اونها حک شده ما بهتر است که من برای توضیح یک مقداری از این مسائل به یک سری عکس های هم رجوع بکنیم در این عکس ها همون گونه که میبینید من اینجا ریفرنسش رو دادم در کتاب آقای وین، ویندن گرین در واقع که ترجمه هم شده است با نام دینهای ایرانی میبینید که نویسنده آقای گیو ویندن گرن هست مترجم دکتر من چهر فرهنگ هستند در اونجا به کهنترین برداشت از در واقع نام زروان اشاره می شود و زروان یا خداوند زمان که اتفاقا من هم در مانیفست ندیش کرده اینان زمین به اون اشاره کردم در داکیومنتی در سندی که به اون به نام نوزی داکیومنت معروف هست که در همان کردستان ترکیه به دست اومده فرم هایی در واقع از نام زروان با نام زروان این هیزار این هیزاروا ارزاروا و همچنین دوک کیزا آمده که اینها رو به در واقع از نظر زبانشناسی آقای ویدن گرین بر این باور است که تمام اینها در واقع گونه های مختلفی از زروان هستند زروان یا خداوند زمان و دین و آین کوهن ایرانیان یکی از زیباترین مفهوم هایی هست که پدید آمده و اتفاقا این آین اصلی هستش که ما اون رو در مانیفست مکتب ایران زمین اون رو پایه قرار دادیم همون گونه که شما میبینید در کردستان ترکیه در دوران تمدن هیتی ما زروانیزم و میترائیزم رو داشتیم و این در شهر آتوسا در یا هاتوسا که از شهرهای تمدن هیتی بوده است مجسمه های بسیار زیادی در اونجا پدید اومده که اینها مردمان هند و ایرانی بودند و در واقع نیاکان کردان امروزی هستند و اینها باورمند به حدود 3500 سال پیش با در نخستین بار در متونی که از اونها به دست آمده نام خداوند زمان باقی مانده و همینطور شما میبینید که بعدها تمام نمادهایی که ما در تخت جمشید هم حدود هزار سال بعدش میبینیم از جمله شیر، عقاب یا کلاه کج یا فریگیه در واقع زروانی همه در این تمدن مشاهده میشه همچنین ما در اینجا صورت خود میترا رو میبینیم که در آین زروانیزم فرشته ای بوده است که داور بوده میان اهریمن و اهورا چون بر پایه استوره های زروانی خداوند یا زروان وجود داشته است و این خداوند دو نیروی هم دو فرزند هم زاد داشته که اینها یکیش اهریمن بوده است و یکی اهورا و میترا فرشته بوده است که میان آنها قضاوت میکرده این برداشت در واقع بعدها در شما حتی در تمدن در بعدها وارد کل ایران بزرگ در حتی این مفهوم ها رو در تخت جمشید هم میبینید و اون نشانی هم که امروزه به نشان فروهر معروف هست در واقع این نشانی هست که نشانیست خداوند زمان رو نشان میدهد و در واقع نشانیست است میترایی و میترا زیر اون قرار داره نمونه های بسیار کهن اون رو شما ببینید این هم باز یکی از نمونه هایی هست که در تمدن هیتیاتوسا به دست اومده در حدود 3500 تا 5000 سال پیش شما شما میبینید همان نشان فروهر است ستاره مربوط به میترا هست و همچنین خود میترا و اسطوره هاش که نشون میده از کاج در حال در واقع تولد هست یعنی در بالا نمادی است از خداوند زمان در سمت راست دو ستون رو میبینید که این دو ستون امروزه نیز در فری به کار میرود نشان دهنده ستون های اهورایی و اهریمنی و میترا که قاضی و داور هست میانه این دو نیرو همچنین در حوزه تمدنی بی ام ای سی یا باکتریا مارگیان آرکیولوژیکال کامپلکس در واقع شما میبینید که باورهای میترایی به صورت عقاب دو سر که بعدها به صورت سیمرغ یا هومانیز در آمده به عنوان یک داوری میان نیروهای اهورایی که سمبلش شیر در اینجا ببر هست و اهریمنی که سمبلش گاو یا در اینجا گراز هست میبینید که چگونه دارد قضاوت میکند حوزه باستانشناسی بی ام ای سی چیزی برای حدود 5 تا 6 هزار سال پیش در ایران ویچ بوده همچنین باز در حوزه تمدن هیتی در بغازکوی در کردستان شما باز اینجا میترا رو میبینید که به عنوان خداوند پیمان در واقع ظاهر شده است و همچنین در در واقع مهرابه های میترایی باز شما اینجا زروان ها های خداوند زمان بیکرانه رو میبینید که در دورش صور فلکی یا پیکره های کیهانی هستند که اینها نشان دهنده زمان هستند که و گذر زمان هستند و نشان دهنده خداوند زمان هستند که به دست آمده بنابراین کهنترین برداشتی که ایرانی ها از خدا داشتند مفهومش زروان بود یعنی زمان بود. در اوستا این به صورت در واقع زروانه اکرنه اومده حالا به اکسا بعدا دوباره میپردازیم در اوستا این به صورت زروانه اکرنه آمده و زروانه اکرنه یا زمان بیکرانه که دارای دو فرزند است به اسم اهریمن و اهورا که اتفاقا اهریمن قدرتمندتر از اهورا هست و فرشته به اسم میترا بین این دو قضاوت می پس بنابر این دید و آیین ایرانیان از جهان این گونه بوده است که اتفاقا این آیین بسیار امروزه تطبیق دارد با فیزیک مدرن که میگوید در واقع انفجار بزرگ یعنی از زمان به وجود آمده است و اون حد زمان بوده است که منجر به انفجار بزرگ شده همه چیز از زمان به وجود میاد و بعد اتفاقا اول ماده و انرژی تاریک به وجود میاد همون گونه که زروانی ها میگفتن اول اهریمن به وجود میاد و بعد ماده و انرژی نیک و اهورایی به وجود میاد که اون ماده ای است که به قابل رویت است و همون گونه که اتفاقا زروانی ها باور داشتند که اهریمن از اهورا منتر است همون گونه ما میبینیم که در فیزیک مدرن میگویند که 80 درصد جهان ما از ماده و انرژی تاریک است و تنها 10 تا 20 درصدش انرژی یه نورانی وجود داره بنابراین این برداشت فلسفی ایرانی ها بوده که بعدها البته این به کمی خرافات کشیده شد و بعد این رو زرتشت اومد به گونه دیگری باسازی کرد زروان رو برداشت و به جای زروان اهورامزدا رو گذاشت یعنی یکی از فرزندان زروان رو گذاشت و به جای اهریمن و اهورا انگر مینو و سپنتا مینو و دو مینو رو به پدید آورد یک مینوی سپنتا و مقدس که در ادیان سامی به صورت روح القدس در آمده است سپنتا مینو و یک نیروی تاریکی و انگر مینو که نیروی دیگری هست که یا مینوی دیگری هست که در واقع به وجود آمد یعنی در واقع همان تسلیس زروانی رو زرتشت به یک زبان دیگری بیان میکنه اما از یک نکته زرتشت قافل می شود و آن این است که زمان رو که مهمترین برداشت در فیزیک مدرن و در جهان بینی هست رو از جهان بینیش کنار میگذاره و بدین گونه دید خودش رو با هر چند که اندیشه های بسیار زیبا و خردگرانه دارد و راسیونالیسم و عقلگرایی رو بنیانگذاری میکند دیالکتیک فلسفی رو بنیانگذاری میکند اما زمان رو از دید خودش ور میدارد و از دیدگاه خودش و آین خودش ور میدارد و این میشود یک در واقع نقیصه بزرگ برای اندیشه زرتشتی ما امروز میدانیم که زمان همه چیز از زمان بعد یازدهم در فیزیک ریسمانی هست که به عنوان فیزیک متحد کننده در واقع فیزیک نسبیت اینشتین و فیزیک کوانتوم هست این بعد یازدهم زمان چیزی است که امروزه میگویند همه چی از اون به وجود میاد و همه ده بعد دیگر بر پای اندیشه ابر ریسمانی به زمان یا بعد زمان وابستگی دارن به بعد یازدهم وابستگی دارن پس بنابراین اتفاقا دی ایرانیان باستان به با اون برداشتی که از اون نیروی برتر یا اون خدای اولیه اون چیزی که خودش آمده از خوتای یا قائم به ذات اولیه اتفاقا بسیار تطبیق دارد با فیزیک مدرن و مفهوم زمان چیزی است که به بهترین و زیباترین و چه ممکن در فلسفه زروانی میترایی آمده است که متاسفانه در فلسفه زرتوش به اون پرداخته نشده چون اولویت اون بر خردگرایی بوده و اون به جنبه فقط یکی از فرزندان زروان رو بزرگ کرده و روش تاکید کرده پس این دیدگاه کلی ایرانیان درباره خدا بود و این سابقه ای اون بود که چگونه ایرانیان گذشت این مفهوم بعدا وارد ادیان ابراهیمی شد و این تفکرات زیبای فلسفی که تا به امروز تطبیق دارد با فیزیک مدرن مثلا یک عکس رو من اینجا اگر به شما نشون بدم ببینید این مدلی هست که نشان می دهد که انفجار بزرگ چگونه در واقع شکل گرفته است که از 13 13.77 13 بیلیون سال قبل تا به امروز آن نقطه اولیه که پدید آمده و همه چیز رو در کیهان و کهکشان پدید آورده اون زمان بوده است که این دو ایرانیان باستان تحت عنوان زروان ها کرد زمان بیکرانه که تبدیل به زمانهای کرانمند می شده است که این جهانی هست که ما در آن زندگی میکنیم به بهترین وجهی اون رو در واقع توضیح دادند و چون این نگرش در واقع زیبای فلسفی داشتن خب این خدای زیبا خدای بسیار خوبی که ایرانیان به اون باور داشتند یک نیروی برتری بوده است که این نیروی برتر که بعدها در میترائیسم به صورتهای گوناگون در اومد و به فرور و نماتاش بعد وارد دین زرتشت شد و غیره اینها همه در واقع وجود داشته و ایرانیان چنین برداشتی برداشته رو داشتن این دین بعدها وارد مصر می شود به وسیله اقوام ایرانی کاسپی و هکسوس ها و که وارد مصر می‌شوند یک تا پرستی در واقع زروانی رو چون زروان دین یکتا پرستی بوده است اون دو عنصر یا دو فرزند زروان یعنی اهورا و اهریمن دو دو, دو بن بودن دو مینو در واقع بودن دو خدا نبودن خدا یکی بوده است و آن زروان حکر نه بوده است و این زمان بیکران در واقع تبدیل می شود به چه؟ تبدیل می شود به خدایان مصری و تسلیس ایرانی تبدیل می شود به تسلیس اوسایروس و آیسیس و فرزندشون هوروس که اصلا نامهاش هم ایرانی از هوروس همون است از هور می آید و یا دیگر نام ها اثرات فرهنگ ایرانی در مصر بسیار زیاد هست که فرهنگ میترایی یا فرهنگ رازامیز میترایی در هندوستان باقی ماند تا نام پادشاهان مصر یا فرعون یا فرعونا یعنی دارندگان فر اون همون اون انگلیسی هنوز از همان باقی مانده به اسم صاحب فرعونا یعنی صاحب فر در واقع از همش از فرهنگ ایرانی می آید این دین رازامیز بعدها وارد دین یهودیت می شود در یهودیت از اون خدای مهربان زروان و دو نیروی در واقع خوب و بدش تنها یهوه پدید می آید که شباهتی بیشتر با اهریمن دارد تا با اهورا یعنی یک خداوند خشمگین سختگیر منتقم و در واقع بیرم هم که همین یهوه یا الوهیم بعدا تبدیل به الله اسلام نیز می شود یا همان آیسیس مصری نیز هست حالا این سیر سیر تاریخی بود که من به شما گفتم که چگونه در واقع مفهوم خداوند از فرهنگ عبر تمدن هندو ایرانی و اروپایی وارد فرهنگ مصری می شود از فرهنگ مصری وارد فرهنگ یهودی, یهودی می شود و بعد وارد اسلام و مسیحیت و مسیحیت و اسلام و غیره می شود از نظر باستانشناسی هم گفتم که نشون دادم که چگونه در حوزه تمدنی ابر تمدن هندو ایرانی از جمله در تمدن هیتی ها در کردستان بزرگ و همچنین در تمدن حوزه تمدنی بی ام ای سی ایر یا ایریا و ایجا ایران ویج در خراسان بزرگ شما با آثاری که به دست اومده از فرهنگ زروانی میترای آشنا دارید آشنا شدید در روانشناسی البته درباره خدا نظرات گوناگونی داره البته بیشتر آن کسانی که, که بحث کردن شاید خدا رو با دین هم با هم قاطی کردن افرادی مثل برتان راسل باور دارند که دین کلا زایده فقر و ترس و جهل است یعنی این سه عامل هست و طبیعی هست که مفهوم خدا رو در اینجا لزوما نباید با دین یکی گرفت اما در علوم جدید درباره خدا چه میگویند و در واقع مفهوم از منظور علوم جدید در این باره نظر علوم جدید در این باره چه هست ببینید پس از این باورهای عرفانی و ادیانی که گفتیم پرسشی بوده است که همیشه در همه فرهنگ ها مطرح شده است که ما از کجا آمده ایم به کجا می رویم آمدن بهره چه بوده است و این پرسش است که در فرهنگ ایرانی بارها مطرح شده آیا واقعا نیروی برتری ما را پدید آورده یا اینکه ما به صورت تصادفی به وجود اومدیم دانشمندان در دو شاخه فیزیک و بیولوژی سعی کردن به این پرسش از نظر علمی و از دیدگاه ابجکتیو بدون دیدگاه در نظر گرفتن دیدگاه فلسفی توضیح بدم در فیزیک که شامل سه تئوری بزرگ تئوری نسبیت اینشتن هست و همچنین تئوری کوانتوم هایزنبرگ هست و همچنین تئوری ابرریسمانی که تئوری متحد کننده این دو هست پاسخی که به این یافتند تنها انفجار بزرگ بوده یعنی ریشه اون خود آ اون چیزی که قائم به ذات هست و خودش آمده است رو انفجار بزرگ دانستن و همه چیز رو به اون وصل کردن و این انفجار بزرگ خودش از زمان میآید که من در مانیفست اندیشکده ایران زمین نوشتم که حد زمان اگر به زمان بیکرانه بی, بی کرانه، به سمت بینهایت میل بکنه تبدیل به انرژی میشه و این انرژی همان انفجار بزرگ است در کیهان رو اجرام بزرگ رو می شود با این توضیح داد اما در بیولوژی و موجودات زنده یعنی در واقع فیزیک جدید میگوید که زمان خدای ما هست زمان هست که همه چیز رو به وجود آورد در بیولوژی تئوری که آمد و حیات رو و زندگی رو توضیح داد بیشک تئوری تکامل داروین یا تئوری اولوشن هست و کتاب ایشون یا Origin of Species یا منشاء انواع یا در واقع اصل انواعی که گونه های گوناگونی که در طبیعت وجود دارند حیات گوناگونی که هست و ایشون سعی کرد که با تئوری تکامل این رو توضیح بده گروهی از افراد هم گمان کردند که خب ما اگر که در کیهان با وجود فیزیک نسبیت و کوانتوم و ریسمانی نیازی به خدا نداریم و در بیولوژی هم در داروین همش رو توضیح میده پس جهانی نبوده است ما یک طبیعتی داریم و تئوری تکامل هم که میگوید که تکس تکسلولی ها تکسلولی هایی که آمینو اسید ها به صورت تصادفی به وسیله شهاب سنگ ها روی می اقیانوس میافتند و بعد اینها تبدیل به تک ها میشن تکس ها چند سلولی ها رو درست میکنن چند سلولی ها جانداران آبزی کم کم کرتری رو درست میکنن اینها باله دارن اینها باله ها رو کم کم دوزیست میشن وارد خشکی میشن باله ها تبدیل به پا میشه و بعد جانورانی به وجود میان که انواع گوناگونی بر, بر اساس اصل انتخاب طبیعی در واقع جانوران گوناگونی پدید میان و اینها کم کم به طول زمان در طول زمان تکامل پیدا میکنن تا به شکل ما در میان خب این یک تئوری هست و ما باید بدونیم چون ما ملتی هستیم که مخصوصا در فرهنگ شیعه همه چیز رو خیلی ساده قبول میکنیم باید بدونیم که اینها تئوری حیات و بیولوژی اون و تئوری اولوشن تنها یک تئوری هست که بر پایه بیان شده یا هایپوتیسیست بیان شده یعنی یک سری پیشفرز هایی هست که اینها بر حالا پدیدا پیشرفت این تئوری در طول زمان یا این رو ثابت میکنه یا این رو رد میکنه بنابراین اصل مطلق و وحی منزلی نیست که از جای افتاده باشه خب من میبینم که در رسانه ها چه شد که من تصمیم گرفتم که فقط یک تلنگری به باور برخی بزنم این است که من میبینم گروهی از این دوستان ما که از صبح تا شب, شب خیلی هم قشنگ اتفاقا توضیح میدن که قرآن نمیدونم فرض بفرمایید که توش چه مسائلی نوشته شده است اینها آمدند و فکر میکنند که همون گونه که ثابت کردند که فرض بفرمایید قرآن کتاب الهی نیست همین گونه هم می شود ثابت کرد که خداوند وجود نداره خب برای اینکه ثابت بکنید قرآن کتاب الهی نیست اصلا لازم نیست که کار کسان خیلی کارهای اه، اه، طولانی بکنید که فرض بفرماید افرادی مثل آقای بهرام مشیری یا آقای ایجادی میکنند که البته این دوستانم ادامه کارهایی رو میدن که قبلا پیش از خودشون انجام شده مثل کارهایی که در واقع استاد سیاوش اوستا کردند یا حسن عباسی و همچنین فریدون و همچنین فرود فولادوند و پیش از اونها هم کتابهایی منتشر شده بود یا همزمان با اونها کتاب تولد دیگر آقای شجایدین شفا کتاب 23 سال آقای دشتی و غیره ما حتی اگر این کارها هم انجام نمیشد من اون روزی که فهمیدم قرآن کتاب آ... آ... آسمانی نیست خیلی راحت موقعی که اون بخشی از قرآن رو خوندم که دشنام نامه هست یعنی نوشته تبت یدا ابی و تب و در اونجا در واقع داره دشنام میده به اموش خب من فهمیدم که این کتاب باید کسی ابله باشد که این رو آسمانی فرض کند و خداوند نمیاید به امو پیامبر دشنام بده این مشخص است که سخن خود پیامبر است که داشت, داشت به عمویش ابو ابی لهب در واقع دشنام میداده خداوند خودش رو هیچ وقت در این سطح پایین نمیاره من انسان امکان دارد عصبانی بشم دشنام بدم ولی خداوند که نمیاد بگوید مثلا به ابی لهب دشنام بدهد این دشنام نامه یا فوش نامه به هیچ وجه مسئله آسمانی نیست اما درباره خدا من میبینم برخی از دوستان اون رو هم خیلی به زرس قاطع میگویند خدا نیست کمی من به دوستان پیشنهاد میکنم که بیشتر تفکر بکنم ما امروزه متوجه شدند که جهان ما از انرژی تاریک و انرژی قابل رؤیت در واقع تشکیل شده ما یک ماده داریم یک ضد ماده یک انرژی داریم یک ضد انرژی که همه اینها در دل زمان به هم میرسند یعنی همون برداشت زروانی زروان هکرنهک اهورا و اهریمن هر دو فرزند اون بودند ما دو شبکه شعور داریم شبکه های شعور مثبت و شبکه های شعور منفی و اینها شعور دارند اینها یک نیروهای برتری در جهان هستند و این نیروها وجود دارند و برای همین هم هست که تکامل در واقع در برخی صورت در برخی موارد فنوتیپی انجام شده هرچند که هنوز نظریه تکامل ژنوتیپ رو که حالا براتون توضیح میدم تفاوت چی هست و توضیح نمیده بنابراین ما تنها چیزی که می توانیم برای ای تیست ها بگوییم بگیم که امکان دارد امکان دارد که حالا این دوستان میگویند نباشد خب امکان دارد خدا نباشد اما به زرس قاطع شما نمیتوانید همچین چیزی رو بگویید برای اینکه نشانه های وجود دارد که یک شبکه شعوری در این جهان وجود دارد و این ربطی به دین هم ندارد من به شما عکس های نشان خواهم داد و توضیحاتی خواهم داد در, در واقع بیان اون نظریه خودم که چرا من بر این باورم و ایرادهایی که به تئوری تکامل داروین امروزه مطرح هست و زیستشناسان بزرگ جهان از جمله پروفسور والتر فایت به این در واقع تئوری میگیرند رو بر شما کمی توضیح میدم که برخلاف آنچه که در جامعه ایرانی ساده اندیش گمان میکنند که دیگر مسئله ای نمانده است که حل بشود بگویم که نه هنوز ما راسهایی در این جهان وجود دارد که از دید بسیاری قافل است پنهان است به حال دوستان بر بگردیم به عکس ها و من کمی در توضیح مسائلی که به شما گفتم چند عکس رو به شما نشون بدم درباره تاریخ اینها که گفتیم من فقط چند نکته رو درباره تفاوت فنوتیپ و ژنوتیپ در واقع به شما بگویم تئوری داروین یا تئوری تکامل داروین که برای شما به سرعت توضیح دادم قبلش منظور چه هست دارای یک اشکالاتی هست از جمله اینکه تئوری داروین بر پایه فنوتایپ هست نه جنوتایپ تفاوت فنوتایپ و جنوتایپ رو در این عکس می‌بینید داروین توضیح می دهد که برای مثال چرا این گیاه از گیاه همس بغلی قدش کوتاهتر است تفاوت در ظاهر دو گیاه که ژنشون یکی باشد اما بیان ژنتیکی به گونه مختلفی باشد یعنی یکی قدش از دیگری بلندتر باشه یا یکی از دیگری عریضتر باشه تفاوت در این دوتا رو تفاوت در شکل ظاهری رو میگویند فنوتیپ یا فینوتایپ. اما تفاوت در ساختار ژنتیکی رو میگویند جینوتایپ Different genotypes هستند. و این دوتا قطعا different genotypes با different phenotypes اینها با هم دیگه متفاوت هستند. تئوری داروین بر اساس فینوتایپ هست. یعنی میگوید چرا شکل ظاهری کم کم تغییر کرده است اما توضیح نمیدهد که چرا کد ژنتیکی هم خودش تغییر کرده که بعد این کد منجر به تغییر ظاهری شده یک مثال دیگه برای اینکه شما بفهمید تفاوت فینوتایپ و جینوتایپ چی هست جینوتایپ اون کد ژنتیکی هست که این کد رو تئوری تکامل نمیتواند به صورت دقیق توضیح بده در صورتی که تمرکزش روی فینو یا شکل ظاهری هست یعنی شی تمرکز تئوری داروین روی شکل ظاهری هست یعنی اینکه بر اساس فرض بفرمایید تئوری داروین توضیح داده می شود که چرا دست فرض بفرمایید اجداد انسان یا میمون ها در واقع کم کم کوتاه شد تا دستش به اندازه دست امروزی انسان رسید مثلا در گیبون دست خیلی دراز بود در اورانگوتان یک کمی کوتاهتر شد در شامپانزه یک کمی کوتاهتر شد در گوریل همینطور تا به انسان رسید خب این رو یک همچین سر تسلسلی رو داروین پیشنهاد میکنه چرا ایش رو میگوید چون قبلا دست نیاز بود است برای اینکه میمون از درخت بالا بره برای همین دستا باید دراز میشده و چون کم کم انسان از درخت دیگر پایین آمده و بالا درخت نبوده بنابراین دستاش چون دیگه نیاز نبوده کوتاهتر شده خب این شکل ظاهری یا فینو تایپ رو توضیح میده دقیقا توضیح نمیدهد که چه اتفاق توی ژن افتاده که این دست دراز از دست گیبون رسیده است به دست انسان بنابراین یکی از مسائل مهم و یکی از اشکالات مهمی که به در واقع تئوری داروین مطرح در واقع مطرح شده همین مسئله فنوتایپ و جینوتایپ هست که من اینجا براتون توضیح دادم مسئله دیگر که ما به اون باید بپردازیم مسئله جسه در واقع بله همون گونه که گفتم مسئله دیگری که وجود داره و مشکل دیگری که وجود داره این است که به ایراد دیگری که بر تئوری داروین وارد است این است که چگونه این تئوری اگر که این تئوری درست باشد چون داروین توضیح می دهد که چگونه از تک ها چند سلولی پدید می و چگونه موجودات زنده کم کم بزرگ می شوند تا اینکه به موجوداتی با جسه بزرگتری تبدیل می میشوند بنابراین یک سیر تسلسلی از موجودات کوچک چند سلولی تا موجودات عظیم و جسه دایناسور باید فسیلهاش به دست آمد به دست بیاید در طبیعت که ما این تئوری رو تایید بکنیم اما همون گونه که شما در این عکس می بینید آنچه که فسیل ها در طبیعت به دست آمدند عکس اون هست یعنی اینکه ما هرچه به کوهندتر برویم عوضی که موجودات کوچکتر پیدا کنیم موجودات عظیم و جسته پیدا میکنیم یعنی ما از اگر که شما حدود 15 میلیون سال به عقب بروید یک دایناسور های گول به این گونه پیدا میکنید و هرچه بیاید جلوتر از سمت راست مثلا 15 میلیون سال هست و هرچه بیاید جلوتر مثلا تا دو میلیون سال قبل میرسید به دایناسور های کوچکتر پس بنابراین فسیلهایی هایی که به دست آمده نشان میده که جسه موجودات که بر طبق نظریه تکامل باید از موجودات کوچک چند سلولی کم کم بزرگ بشود و تکامل یابد و به موجودات عظیم و جسه برسد برعکس این فسیل‌ها ها نشان میدهند یعنی از موجودات عظیم و جسه کم کم به موجودات کوچکتر رسیده است و همین این نشان میدهد که امکان دارد origin of species یا منچه انواع اونگونه اینگونه نباشد که داروین گفته و این تکامل نداشته باشد بلکه این های ژنتیکی بودند که در زمین از یک منشعی پدید آمدند و بعد اینها تبدیل شدند با محیط خودشون رو تطبیق دادن کوچکتر شدن یا بزرگتر شدن یا کوچک بزرگتر که دیگه نشدن ولی کوچکتر شدن و بر طبق منابع غذایی خودشون و جستشون کوچکتر شد یعنی تکامل وجود داشته اما این تکامل منشع رو توضیح نمیداده این متکامل تغییر و تحول رو در طول زمان نشان میداده و همون چیزیست که میگویند فینوتایپ رو اندازه ها رو توضیح میده نه جینو تایب نه کود های جنتیکی رو این یکی از ایرات های بزرگی هست که میگم حتی زالوجیست ها یا جانورشناسان بزرگی مثل پروفسور والتر فایت این ایرات ها رو در واقع میگیرن نکته بعدی که من پس بنابراین من این تلنگور رو زدم که دوستان بدانند که این چیزی که مد شده است و گروهی آقایون میان و طوری ته تئوری داروین رو میگویند که انگار وحی منزل است نه این گونه نیست این تئوری دارای ایرادهای فراوانی هست و مشکلات زیادی داره و کاملا حیات رو توضیح نمیده امیدوارم که در آینده تئوری‌های های بهتری پیدا بشه یا پاسخ این پرسش ها پیدا بشه ولی تا کنون نشد مسئله دیگری که هست که در جامعه شناسی به اون میپردازند ضریب هوشی و باورهای مذهبی و ضریب هوشی و خدا هست خب این ضریب هوشی با باورهای مذهبی کاملا تطابق داره این عکسایی که من به شما نشون بدم البته ببخشید پیش از اینکه بریم به این مسئله من مسئله سریع هم خدمتون بگم که اگر ما بخوایم تئوری تکامل رو ما بپذیریم در مورد انسان هم باید بدونیم که انسان برخلاف قصه های توراتی از یک پدر و مادر نبودن انسان ها منشأ گوناگون دارند اگر که واقعا قصه توراتی بود شاید تو درست می بود تکامل اما این گونه نیست و همون گونه که در این تصویر شما می بینید کشورهای مختلف و قاره های مختلف مردمان مختلف نژادهای های مختلف هاپلو گروپ های جنتیکی گوناگونی دارند که هاپلوگروپ قالب رو که بیشتر اون کشور رو تشکیل میدهد رو شما در این در پایین این تصویر میبینید بنابراین هاپلو گروپ های ژنتیکی نشان میدهند که منشأ انسان ها یا جد بزرگشون با هم تفاوت داشته البته برخی تحت تاثیر تورات و برخی از دوستان یهودی و غیره آمدن برای اینکه ثابت کنن تورات درست گفته یک توری دادن که همه این نهابلو گروپ های ژنتیکی از همدیگه به وجود اومدن تا منشأش رو برسونن به آدام همین کلمه آدام رو اینجا گذاشتن و اون رو در آفریقا فرض کردن که متاسفانه در دانشگاه های آمریکا به دلیل سیاسی این تدریس میشه نه به دلیل علمی خودش نشان میدهد که این تحت تاثیر باور مذهبی قرار دارد و این اندیشه اندیشه درستی نیست چه اینکه کاشف در واقع کروموزوم انسانی باور به این نداشت که یعنی کسی که خودش کروموزوم رو کشف کرد میتونید ببینید که باور به این نداشت که انسان ها منشأ یکسانی دارند و همشون به آدام میرسند در آفریقا این چیزیست که در متاسفانه دانشگاه های آمریکا که دانشگاه های دیگه تجارت خونه شده اینها تدریس میشه حتی در دانشگاه های مهمش مثل هاروارد و غیره تحت تاثیر فشارهای مذهبی چنین باورهای غلطی تدریس میشه من باز به دوستان میگم که دانشمند در واقع بریتانیایی و یکی از دو کاشف در واقع ساختار دی ای فرانسیس کریک که میتونید ببینید و برنده جایزه نوبل هم بود به هیچ عنوان چون این چیزی رو باور نداشت و فرانسیس کریک و دیگر دانشمندان بریتانیایی که ساختار دی کشف کردند برای این باور بودن که انسان ها و نژادهای گوناگون منشأ ها و کد های ژنتیکی یا ژنوتایپ های گوناگون دارن و برای همین هم است که هاپلو گروپ های ژنتیکی متفاوتی دارن پس بنابر این ما از این مسئله که بگذریم میفهمیم که باز هم اگر قرار بود تئوری تکامل درست باشد اینها باید همه از همدیگر یا به یک ریشه واحد میرسیدن در صورتی ای که این گونه نیست و این تفاوت ها رو همون گونه که در این عکس میبینید در اینجا مشخصه نکته دیگر از نظر جامعه شناسی بود که رابطه یه هوشی و, و باور مذهبی رو نشان میدهد. خب طبیعی هست درباره این قضیه کاملا درسته. این نشان میدهد که هر چقدر که فرد در واقع هم گونه که میبینید در این نمودارم هست، هرچقدر که در واقع ریلیجیسیتی یا مذهبی بودن بیشتر بشود ذریب هوشی کمتره یعنی اون افرادی که ذریب هوشی کمتری دارند این افراد مذهبی تر هستند اما درباره خدا یه کمی فرق داره هرچند که نمودار اولیه شاید ما رو درباره خدا هم این توهم رو ایجاد بکنه که افرادی که به خدا باور دارند 90 درصدشون جنرال پاپولیشن هستند، تنها 40 درصد ساینتیست هایی با بشر ساینس هستن یعنی با لیسانس هستند و تنها 10 درصدشون ساینتیست امیننت هستن یعنی فوق لیسانس و دکترا و غیره دارن اما جالب اینجاست که در اینجا نکته بسیار ظریفی وجود داره و اون این نکته هست که در باره باور به خدا ضریب هوشی بین 70 تا 90 به خدا به شدت معتقده 90 تا 110 یعنی ضریب هوشیش بیشتر میشه باور به خدا کم میشه 110 تا 130 باز کمتر میشه 130 تا 150 باز کم میشه که این اکثر کسانی که دکترا و در نمودار قبلی شما دیدید دکترا و فوق لیسانس ها اکثرا در این طبقه هستند اما نکته جالب اینجاست که بالاتر از 150 یعنی افراد نابغه دوباره باور به خدا برمیگرده مثل انشتن که به هوشیش حدود 170 بود یعنی بین 150 و 180 بود که باور اون به خدا برگشته بود یعنی باور به یک شعور برتر هستی در هوش کم و در هوش خیلی بالا هست اما در هوش میانگین کم میشه برای همین از کس قدیم گفتن که در واقع نادانی بهتر از کمدانی است و <applause> کسانی که <applause> نادانند شاید با باورشون بهتر باشد از اون کسانی که یه کم میدونن دانش رو یا باید در حد عالی دانست و هوش و اینتلکت یا باید در حد عالی باشد یا بهتر اصلا نباشد واقعیت این است که این مسئله رو هم از نظر جامعه شناسی بر برخورد بکنیم میبینیم که در واقع این مسئله است و این بر مسئله خدا هست در واقع در مذهب واقعا همین گونه است هر چقدر که ذریب هوشی کمتر باشه باورهای مذهبی بیشتره مثلا در این عکس شما میبینید که در قسمت در تمام خاورمیانه و شمال آفریقا و خود آفریقا که ذریب هوشی پایین هست چگونه باورهای مذهبی زیاده و هرچه که کشور ذریب هوشیش بالاتر باشه که در اینجا با رنگ آبی آبی تند و بنفش نشون داده شده باورهای مذهبی در اونجا کمتر میشه همچنین نکته دیگری هم که تازگی کش شده و در پروپوزال آقای بیل گیس به پنتاگون سر همین مسئله کرونا ویروس در واقع کرونا وائرس به وجود اومده بود مسئله ژن ویمتو هست که مؤسسه آقای بیل کشف کرده و دلیل روشنفکری از غیر روشنفکری رو مشخص کرده و مشخص کرده که در نمونه آ ریلیجس برین یعنی این نمونه آ هست کسانی که دارای ژن ویمتو هستن اینها میبینید که سیناپس های مغزشون کمتره و نوری در اینجا نیست و نان ریلیجس اونایی که مذهبی نیستند سیناپس های مغزی درخشانتری دارند و مغز بهتر کار میکنه و پرفورمنس مغز یا کارش بهتر است البته این تنها درباره ریلیجس هست و یا مذهب هست و این به خدا ربطی نداره درباره خدا من گفتم خدا کلا یک بحث فلسفی هست یک بحثی هستش که ما باید اون رو به صورت بسیار عمیقتری اون رو در واقع بررسی بکنیم و اون رو بشکافیم پرسش همیشگی انسان ها بوده من نمیخوام بگویم که خدا هست یا خدا نیست اما آنچه که ما در مانیفست اندیشکده ایران زمین به اون رسیدیم و من در کتاب مانیفست اندیش کرده ایران زمین نوشتم این است که جهان ما داره یک نیروی برتر است و این نیروی برتر دارای دو شبکه شعور مثبت و منفی سیاه و سفید دقیقا مثل کراوات من همین گونه یا مثل زمین شطرنج در اون وجود داره که این شبکه شعور مثبت و منفی در هم تنیده شدن و همشون از یک ریشه واحد که از دل زمان هست بیرون میاد این باوری که ما در واقع به این باور فلسفی رسیدیم بسیار شبیه هست به باور زربانی میترایی جهان باستان باور است که امروزه باور اصلی فری هم هست و بسیاری از نهادهای دیگر در به این باور دارند که جهان دارای حقیقت برتری هست ولی دو شبکه شعور مثبت و منفی در هم تنیده شدند و اون رو به سمت گوناگون میبرند و این نبرد در واقع میشود گفتش که نبرد همیشگی و جاودان میان نیروهای اهورایی یا اهریمنی اگر بخواهیم که به زبان ایرانیان باستان بگیم در آن وجود دارد خداوند زمان یا زمان یا هرچی که نامش رو بگذاریم یک پدیده ای که خود تای هست و خودش آمده است در این جهان وجود دارد اما صد درصد این خدا خدای ادیان ابراهیمی نیست آن خداوند حسود و قهار و منتقم و جبار نیست آن خداوند نیروی برتر در طبیعت هست که شبکه شعور برتر رو در طبیعت تشکیل میده امیدوارم در این فرصت کوتاه توانسته باشم که خوب این مسائل رو توضیح بدم از اینکه با من بودید سپاس گذارم و تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ می سپارم تا برنامه دیگر پاینده ایران بدرود